یونهای پایدار عناصر فرضی آوبی به صورت آ دوباره مثبت و بی منفی و این یونها دارای آرایش الکترونی همانند گاز نئون هستند تفاوت عدد اتمی عنصر آ در حالت خونسا برابر جای خالی است و این دو عنصر می توانند با هم یک ترکیب جای خالی با فرمول شیمیای جای خالی تشکیل دهند خب بچه ها نکته ای که توی حل این مدل سوال وجود داره اینه که شما لازم نیست همه رو بررسی کنید یعنی این سوال تقریبا میشه گفت سه تا دونه سوال رو از ما پرسیده و لازم نیست ما بیایم همه رو دونه دونه بررسی کنیم تا به جواب درست برسیم بیایم یه بررسی انجام بدیم ما ترکیباتی که میدونیم و دربارهشون به ما اطلاعات دادن یکی ترکیبات یونی هست یکی ترکیبات مولکولی ترکیبات مولکولی که خب بین دو تا نافلز هستند و نکته که وجود داره از اشتراک الکترون پیوندهاشون هاشون ایجاد میشه ولی درباره ترکیبات یونی ما توی ایجاد ترکیبات یونی به یون مثبت و یون منفی در کنار هم نیاز داریم که بیان قرار بگیرن و یه ساختار با بار الکتریکی خونسا رو ایجاد کنن نکته که وجود داره صورت سوال اومده به ما گفته که یون داریم یون, دو... یون آ دوباره مثبت و بی دوباره منفی که با توجه به همین نکته گزینه دو و چهار و حذف میشه چون به ترکیب مولکولی اشاره کرده نکته بعدی که ما باید بدونیم زمانی که ما به عنوان مثال آ دوباره مثبت و بی دوباره منفی داریم ترکیبی که این دوتا کنار هم ایجاد میکنن اول بار اول کاتیون مثبت و بعد آنیون منفی و بار الکتریکی میشه گفت به صورت زبدری زیر دیگری قرار میگیره فقط زمانی که این دوتا با هم برابرن یا میشه که سادهشون کرد با هم ساده میشن پس ترکیبی که ایجاد میشه آ به هست که با همین نکته گزینه دو هم حذف میشه و ما به گزینه صحیحمون که گزینه یک هست میرسیم حالا قسمت اول سوال به نوعی میشه گفت قسمت سخت سواله بیایم اون قسمت رو هم جواب بدیم چی گفته ما گفته آرایش الکترونیشون همانند گاز نئونه ما میدونیم که نئون عدد اتمی ده داره پس زمانی که آ دوباره مثبت شده یعنی دو تا الکترون از دست داده پس اگر که بخوایم آ دوباره مثبت رو آرایش الکترونیش تو حالت خونسا رو بررسی کنیم باید به اضافه دو تا الکترون منفی بشه که یعنی ده به اضافه دو میشه دوازده و برای بی که دوباره منفی هست ما باید دو تا الکترون ازش بگیریم که اگر مثل نه اون باشه میشه هشت پس اختلاف این دو هم برابر چهاره با توجه به نکاتی که گفته شد و بررسی که انجام شد گزینه صحیح این سوال گزینه یک هست